جناب خدا، تو این ویدیو آموزشی میخوام در مورد PLC صحبت بکنم و اینکه چه شکلی میتونیم روی این حوزه تخصصی تسلط پیدا بکنیم. همطور که دوستان میدونن توی مبحث اتوماسیون صنعتی یکی از اجزای اصلی که توی بحث اتوماسیون صنعتی مطرح هستش و خیلی کارایی داره PLC هستش. خب قبل از اینکه ما با PLC شروع بکنیم باید بدونیم که پیش نیاز این که ما بتونیم توی این حیطه تسلط کافی پیدا کنیم چی هستش؟ به نظر میرسه که پیش نیازی که برای PLC نیاز هستش برق صنعتی هست. یعنی یک کارشناسی که قرار هستش به مبحث PLC تسلط پیدا کنه میباید حتما با برق صنعتی آشنایی کافی داشته باشه. خب مسلماً زمانی که شما از PLC استفاده میکنید توی یک واحد صنعتی، اول اینکه خب این PLC با یک سری تجهیزات دیگه در ارتباط هستش که این تجهیزات مرتبط با در واقع مبحث برق صنعتی هست، و دوم اینکه زمانی که ما قرار برنامه نویسی کنیم برای PLC، برنامه نویسی PLC یک حالتی داره، حالا یک نمونه از در واقع مدل برنامه نویسیش به این صورت هستش که خیلی ارتباط داره با مدارهای فرمان توی برنامه صنعتی. پس شخصی که قرار PLC کار بکنه، PLC تخصص داشته باشه، در واقع مسلط باشه به بحث PLC، حتی میباید قبلش با مدارهای فرمان توی برنامه صنعتی آشنایی داشته باشه. گرچه خب همه PLC مدارهای فرمان برنامه صنعتی نیستن، ولی خب خیلی از در واقع فرآیندها و پروسه هایی که قراره ما توی برنامه نویسی اجرا بکنیم و از این برنامه در یک PLC استفاده بکنیم مرتبط میشه با همون طراحی مدارهای فرمانی که توی برنامه صنعتی داره. پس میتونیم بگیم پیش نیاز یادگیری PLC مباحث مربوط به برنامه صنعتی به صورت خاص مدارهای فرمان هستش و همچنین مدارهای قدرت، چون نیاز داره از مدارهای قدرت در بحث اتوماسیون صنعتی و PLC استفاده بکنیم. همینطور در مورد PLC ما میباید با سنسورها آشنایی داشته باشیم، با لیمیت سویچ آشنایی داشته باشیم، کلا با تجهیزاتی که ورودیه در یک وسیله مثل PLC مورد استفاده قرار میگیرن بتونیم آشنایی کافی داشته باشیم، و همینطور در مورد تجهیزات خروجی مثلا کانتاکتورها هستش، شیرهای پنوماتیک، شیرهای هیدرولیک و غیره، میباید با اون حیطه هم چی داشته باشیم؟ تسلط داشته باشیم. و بعد میایم سراغ چی؟ PLC. یه چیزی که فراموش کردم بگم این که برای PLC شما نیاز هست که یه مقدار هم دیجیتال بدونید. دیجیتال 0 و 1، گیت های AND، OR، NOT، XOR، XNOR و یه مقدار در مورد فیلیپ پلافای اگر اطلاعات داشته باشیم خوب هستش. و خب یه مقدار که تسلط پیدا کنیم روی دیجیتال بعد توی برنامه نویسی خیلی مشکل نمیم داشت. و پیشنهادی که میکنم برای دوستانی که میخوان وارد ایت PLC بشن این هستش که قبل از اینکه وارد ایت PLC بشی به نظرم بهتره به سراغ یکی از رله‌های هوشمند. مثلا اگه میخواید وارد برنامه نویسی مثلا استپ 7 زیمنس بشی، PLC سری 2300 یا 400 زیمنس یا حتی 1200ش، به نظر من بهتره که برید مثلا یک رله هوشمند لوگو کار بکنید، رله هوشمند لوگوی زیمنس رو کار بکنید و برنامه نویسیش رو یه مقدار یاد بگیرید، با توابعش آشنا بشید، چند تا برنامه بنویسید، تست بکنید و حتی تخت افزارش رو اگر امکانش براتون هست تهیه بکنید و اجرا بکنید و ببینید و بعد وقتی سراغ PLC میرید خیلی براتون راحت تر میشه PLC کار کردن و PLC براتون راحت هم میشه. توی بحث PLC هم خب حالا بحث خیلی گسترده هستش. توی بحث PLC ما یه سری موارد نیاز داریم. اولی که خب شما باید با نرم افزار PLC مورد نظرتون به صورت تقریبا کامل و حرفه‌ای آشنایی پیدا بکنید. مثلا نرم افزار سیماتیک منیجر از زیمنس آشنایی کافی داشته باشید. اینکه چه شکلی یک پروژه رو درش ایجاد میکنم، یک روند سخت افزاری انجام میدم، در واقع شبکه ها رو درش ایجاد میکنن، چه شکلی برنامه نویسی میکنن، تست میکنن، تست آنلاین انجام میدن، برنامه رو انتقال میدن و رفع عیب میکنن برنامه رو،
این مواردی هست که در مورد نرم‌افزار سیماتیک مدلینگ باید آشنایی داشته باشیم. پس این بحث نرم‌افزار. بحث سخت‌افزار PLC، خب شما یک مدل از PLC یا دو مدل در واقع دو تا برند از PLC رو که کار بکنید دیگه براتون راحت میشه برای برند آخر کار سختی نیستش. اینکه شما سخت‌افزار رو بشناسید، مواد تغذیه‌اش رو، CPUش رو، مودهای مختلفی که روی CPU قرار داره، ماژولهای سیگنال مختلفی که استفاده میشه و نحوه سیم‌بندی این ماژولها رو آشنایی کافی پیدا بکنید که به چه صورت هستش و اینا موارد سخت افزاری هستش. حالا به غیر از بحث شبکه، من که اینجا عنوان نکردم که خب حالا PLC ها پروتکل‌های مختلف شبکه کردن دارن، تو این مباحث مربوط به سیم‌بندی و سخت افزاری میباید به تسلط قابل قبول پیدا بکنید برای اینکه بتونید حالا حداقل یه سری تسلط ورودی رو به PLC سیم‌بندی بکنید، یه سری تسلط خروجی رو هم به ماژولهای سیگنال خروج PLC سیم‌بندی بکنید. تا اینجا کار به این مباحث بتونیم یک تسلط نسبتا خوبی پیدا بکنیم، میتونیم بگیم که ما تقریبا PLC کار شدیم، تقریبا PLC کار شدیم. ولی خب نیاز هست که یک سری حالا پروژه انجام بشه، بعد هم توی تجربه کاری که براتون ایجاد میشه پروژه ایجاد بکنید، اجرا بکنید و رفع عیب بکنید و حفاظت هایی لازم رو توی پروژه انجام بدید. اگر خطایی خاصی در پروژه ایجاد شد شما بتونید این خطا رو به حداقل برسونید، حالت های مختلف خطایی که ممکنه در برنامه‌نویسی ایجاد بشه رو شما در اون برنامه‌نویسی در نظر بگیرید و این موارد رو اجرا بکنید روی PLC و کمترین خطا رو توی ورودی‌ها و خروج PLC داشته باشید. زمانی که به اون سطح رسیدید حالا بحث شبکه هستش، مدل مختلف شبکه کردن PLC هستش و مانیتورینگ صنعتی که خب مسلمه یکی از مباحثی هست که حتما بعد از PLC میباید سراغش برید که حالا توی یه فیلم آموزشی دیگه در مورد مانیتورینگ صنعتی بیشتر با اتون صحبت میکنم. موفق باشید.